تیر ماه 1403 خورشیدی برابر است با 18 ماه جولای 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من حسین حجازی رو از برنامه خبرها و نظرها بپذیرید. به دنبال مشکلاتی که هفته پیش آمد از نظر تکنولوژی و من در خدمت جناب دکتر حسن منصور، پروفسور منصور بودم و نتوانستیم اونطور که باید و شاید به مطالب مختلفی که یا سوالاتی که قرار بود از ایشون داشته باشم برسیم، بزرگواری کردن و امروز مجدداً در اختیارشون هستیم و بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدار ایشون. امریکا در چند روز گذشته شاهد تغییرات غیر قابل پیشبینی و تعجب آوری بوده که به طور کلی صحنه سیاسی امریکا و به خصوص انتخابات پیش روی امریکا رو میتونه تغییر بده و دورنمایی رو که وجود داره از اینکه چه کسی به کاخ سفید خواهد رفت. و این به دنبال جلسه پرشوری بود که جمهوری خواهان در میلواکی به مدت 3 روز برگزار کردند. سخنرانان زیادی آمدند و حمایت خودشون رو از آقای ترامپ اعلام کردند و در پایان هم آقای ترامپ بدون کوچکترین وقفه‌ای در صحبتاش مدت 93 دقیقه صحبت کرد و به مسائل مختلفی که همواره مطرح نظرش بوده پرداخت، بجز مسئله سخت جنین که میدونیم الان یکی از نقاط ضعف جمهوری خواهان هست و یک نقطه شانس و احتمال رفتن کاندیدای حزب دموکرات که همونطور که عرض کردم یک سورپرایز بزرگ، یک موضوعی که تصور نمی رفت، به دنبال فشارهای زیادی که به آقای بایدن آورده بودن که با توجه به اون مناظره‌ای که با آقای ترامپ داشت و خیلی بهش ضرر زد و علی‌رغم توجیهات مفصلی که سعی کردن بکنن و بگویند که ایشون خسته بوده، از مسافرت طولانی آمده بوده و غیر و ذالک، اینها اثری نکرد و این باخت در این مناظره خیلی به ضرر آقای بایدن تموم شد و تا آخرین لحظات او مدعی بود و تأکید میکرد که از صحنه انتخابات خارج نخواهد شد، خودش رو بهترین گزینه برای مبارزات انتخاباتی 2024 میدونست و میگفت تنها کسی که میتونه آقای ترامپ رو شکست بده من هستم، شخص خود من. بدیهی است که امریکا مملکت آمارها و به اصطلاح نظراتی است که از توسط مؤسسات مختلف آمارگیری و بررسی نتایج اون مرتب به روز میشه و در بسیاری از این نظرخواهی ها آقای بایدن با فاصله نسبتا زیاد عقب بود از آقای
به صلاح ترامپ. به هر حال با یک گردش غیر قابل تصور و مبتلا شدن آقای بایدن به کرونا، ایشون بالاخره اعلام کرد که از مبارزات انتخاباتی خودش رو متوقف خواهد کرد، ولی به جای خودش بهترین گزینه ای رو که حزب دموکرات میتونه داشته باشه خانم کاملا هریس رو معرفی کرد، معاونی که مدت 4 سال با او بوده شب و روز، و او معتقده که، یعنی آقای بایدن معتقده که اون بهترین گزینه است برای جلوگیری از رفتن آقای ترامپ به کاخ سفید. در مورد ایران، مسائل مختلفی که برای رژیم در اثر عدم لیاقت و مدیریت درست و دزد سالار بودن این رژیم که مدت 45 سال، بیش از 45 سال مملکت رو به خاک و خون کشیده و به خاک سیاه نشانده، مملکتی که بزرگترین منابع گازی رو داره، الان گاز به اندازه کافی برای مصرف خانوارها نداره، برق نداره، تولید برق با مسئله تقاضا در مقابل عرضه یک مسئله بزرگی است که خاموشی های زیادی رو موجب میشه، لطمه زیادی رو زده به صنایع، و در تمام این موارد بهترین شخصیتی که میتونن بهمون کمک بکنن و اطلاعات وسیعی رو در اختیارمون بگذارن کسی نیست جز جناب دکتر حسن منصور. پروفسور منصور سالیان سال هست که با توجه به مسائل مختلف اقتصاد، که اقتصاد به هر حال به هر جور که فکر بکنیم اثرش روی سیاست، روی وضعیت زندگی مردم و تمام وجوه مشخص است و هیچ شکی درش نیست که دکتر منصور که با مقالاتی رو که مرتب می نویسند و در رسانه های مختلف به چاپ می رسه و در رسانه خودشون، در سایت خودشون همواره روشنگری کردن و ما رو در بسیاری از مسائل یاری دادن که بیشتر شرایط رو بشناسیم. خوش آمد میگم به جناب دکتر منصور فرهنگ، منصور حسن منصور، و سپاسگزار شرکتتون هستم آقای دکتر منصور برای بار دوم در برنامه در عرض یک هفته گذشته. جناب اجازه گرامی، درود بر شما، همکاران عزیز آقای امیر شهرتی و نیز همه بینندگان ارجمند، خدمتتون هستم. گروه دکتر منصور، دنیا داره یک تغییرات عجیبی رو تجربه میکنه، در اروپا، در فرانسه، در انگلستان و در جاهای دیگه، و اتحادیه اروپا با تغییر مدیرش یا رئیسش و روی کار آمدن حزب کارگر در انگلستان، این مجموعه این تغییراتی رو که شاهد هستیم در نقاط مختلف دنیا و در حکومت‌های مختلفی که در دنیا وجود داره به چه صورت می‌بینید؟ بله، ببینید، مسئله‌ای که اشاره می‌فرمایید مسئله بسیار همه گیر، همه جانبه و در واقع یک امر مربوط به یک دوران تاریخی است. مسائل بسیار مهمی همینطور که اشاره فرمودید در جریان و تحولی که انجام میگیره، بخشی از اونها از تحولاتی است که هر 30، 40، 50 بار یک بار میتونند اتفاق بیفتند. در واقع تحولی که انجام گرفته و درام میگیره
به هم ریختن نظمی است که در 1944 تا 46 به نام نظم برتن وودز حاکم شد و این قضیه با موفقیت حدود 50-60 سال با استواری تمام عمل کرد. در واقع توانست شکل دنیا رو دگرگون بکنه. حجم تجارت جهانی رو چند ده برابر کرد. پول جهانی پدید آورد. راه های جهانی گشود. انقلابی در لوجستیک یعنی حمل و نقل و انفورماتیک پدید آورد و دنیا رو به هم دوخت که عملا مشهور شد به عنوان دهکده جهانی. یه طرف دیگرش که مربوط به امر اقتصاد و مالیه بود به نام گلوبالیزاسیون عنوان شد که پیامدهای ویژه خودش را داشت. تحولاتی در عملکرد شرکتها و دولتها پدید آورد. در اروپا و آمریکا اصطلاح نئولیبرال ها مطرح شد و در کنار اون مقوله نئوکان ها نئوکانسرواتیو ها پدید آمدند. بدون ورود در بحرانجی های این قضايا عرض بکنم که امروز اتحادیه اروپا یعنی مجموعه اروپا، اروپای 27 کشوری بعد از خروج بریتانیا، 27 کشور با تمام تفاوتهایی که در اونها اینه، در مجموع عضو اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه اروپا در مجموع یک گردش داره به طرف چپ از نظر سیاسی. عللش قطعا بغرنج میشود روش گفتگو کرد، ولی عملا در همین انتخابات پارلمان اروپا جریان های دست راستی حدود 40% کرسی ها رو اشغال کردند و جریان های چپ و لیبرال از جمله احزاب سبز به 60% کاهش پیدا کردند. خود این قضیه سبب خواهد شد که سیاست اروپا به صورت ملایم گردش به راست بکنه. این مسئله شما در برخی کشورها به صورت دراماتیک میبینید، از جمله در فرانسه که عملا قدرت پارلمانی به سود جریان دست راست دگرگون شده و در واقع با تکنیک های سیاسی که در قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده توانستن به حکومت رسیدن دست راست به اصطلاح افراطی رو بگیرن، ولی وزن اونها زیاد شده و اونها احتمال داره اگر چنین پیش برود بتوانند پست ریاست جمهوری قبضه کنند. اگر اون کارو بکنند دیگر حذف اونها از قدرت دولتی غیر ممکن خواهد شد. این قضیه رو باید در 2 سال آینده ببینیم، ولی هم اکنون رأی اونا 33% آرای پارلمانه، وزن بسیار قابل توجهی است، بیشتر از وزن جریان های مربوط به خود آقای مکرون 22% و مربوط به جریان اون جبهه پوپولر، جبهه چپ و میانه یک پدید اومد با 28%. دولت مکرون با 22% با اون 28%ی توانست تا حدودی ائتلاف بکند و جلوی به قدرت رسیدن مارین لوپن و اعضای اون رو بگیره. این در این مرحله. با وجود این در خیلی از سیاست ها ناگزیرن که به نظر اونها توجه بکنن، از جمله موارد بسیار مهم برای اونها برخورد به مسئله پناهنده پذیری است در این کشورها که یکی از معضلات این کشورها شده، به ویژه در فرانسه و در آلمان. بعد از اون با ورود پناهندگان کشورهای نظیر سوریه، مال فرانسه عمدتا از آفریقای شمالی، پناهندگان مسلمان یا غیر پناهندگان، شهروندانی که از اونجا منتقل شدن به دنبال کلونیالیزم فرانسه، در فرانسه مستقرن، نرا میگیم پینوار، در اونجا سکونت میکنن، زاده شدن. این حدود 5.5 تا 6 میلیون نفری که 7.5% جمعیت فرانسه رو در بر میگیرن، اینها جمعیت مسلمانن و در 10 سال گذشته مزاحمت های زیادی رو برای جامعه فرانسه و تمدن فرانسه پدید آوردن. همین امر سبب شده رشد بسیار نیرومند جریان های راست رو. در این قضیه وضعیت انگلستان حالت استثنایی داره، برای اینکه اگر تمام اروپا به راست چرخیده، انگلستان بعد از حکومت 14 ساله جریان حزب محافظه‌کار که حزب دستراسی اینجاست به چپ چرخیده. یعنی در اینجا در این انتخابات اخیر با اکثریت کم سابقه دولت آقای استرمر
آقای رهبر حزب کارگر پیروز شد و در واقع مسائل بزرگی رو کاسهشون الان وجود داره. یکی از مسائل بزرگی که به دنبال عرض کنم بحران بزرگ 2008 و بعد 2018 و بعد مقوله کرونا و بعد حمله روسیه به اوکراین پدید اومده بود، یعنی اینا مجبور شده بودن در انگلستان بیش از 2 تریلیون و 200 میلیارد پوند پول چاپ کنند و تزریق کنند در نظام پولی انگلستان. این طبیعی است که ثبات اقتصادی رو به هم میزنه و مایه نگرانی جدی می شود. طی 5 سال گذشته در تمام اروپا و آمریکا و کانادا و ژاپن این نگرانی وجود داره، چون کرونا سبب شده بود که همه کشورها این به اصطلاح QE quantitative easing رو، یعنی چاپ پول، تزریق کردن پول در نظام پولی رو در دستور کار قرار بدند، برای اینکه از تعطیلی کسب و کارها، بیکار شدن کارخانجات جلوگیری کنند. ریسک بسیار بزرگی بود در واقع بر مبنای فرمول کشف شده آقای کینز عملی شد، ولی در واقع من این رو به صورت اجرای سیاست کینزی به صورت بیلگام، به صورت مهار بریده، به صورت بسیار ماجراجویانه، لجام گسیخته. بله میفهمید. بله، یعنی تا کنون سابقه نداشت که ما بیاییم در قاره اروپا حدود 4.5 تریلیون پول چاپ بکنیم، همین کار رو بیاییم در اروپا و آمریکا به همین اندازه پول چاپ بکنیم، وارد نظام پولی بکنیم، در انگلستان قریب 2 تریلیون و 200 میلیارد پول چاپ بکنیم، در این نظام پولی رو به شدت تهدید میکنه. یعنی اگر جلوش گرفته نشود، یعنی این پول اضافی بدون تولید ملی اگر مهار نشود، میتواند نظام پولی رو از هم بپاشونه. دولت ها همشون نگران بودن، بانک های مرکزی هماهنگی میکردن طی 4-5 سال گذشته که بتونن وارد عمل بشون و با بالا بردن نرخ بهره پول رو گرانتر بکنن تا از تقاضای پول جلوگیری کنند، حجم پول رو کاهش بدن، بلکه جلوی تورم انفجاری رو بگیرن. این تورم انفجاری علی‌رغم این اقداماتی که دولت انجام دادن خودشو نشون داد. در انگلستان با تورم 14% در آمریکا 13-14% روبرو شدیم طبق آمار رسمی. همینطور در خیلی کشورهای عرض کنم اروپایی این پدید اومد، ولی دولت ها توانستن طی 2 سال این تورم رو مهار کنن و به حدود 3% در انگلستان 3.2% برسونن. اروپا پایین تر از این آورده و آمریکا هم در حدود 3.1% توی این مایه هست. به این ترتیب این مسئله عمده شونه. منتها در انگلستان مسئله بزرگ دیگری وجود داره. اون مسئله بزرگ عبارت است از پیامدهای برگزیت، یعنی خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا. این رو حزب محافظه‌کار بنا به منافع گروهی، منافع حزبی و احیانا برخی به منافع ملی هم توجه داشتند، یعنی نظر شهروندان رو هم جلب کردن در این زمینه. ولی اصولا این سیاست از یابه هم این بود، همون روزها هم بارها اینو گفته و نوشتم که من برگزیت رو به زیان اروپا، به زیان اتحادیه اروپا میدونستم و به زیان بریتانیا میدونستم. علاوه بر من، خب نهادهای بسیار بزرگ معتبر انگلستان، حدود 9 نهاد بزرگ نظیر بانک مرکزیشون و دستگاه بررسی مستقل بررسی بودجه که در اینجا وجود داره، همه اینها گزارش کردن که برگزیت سبب خواهد شد که ما چندین تریلیون پوند از تولید ملیمون کم بشه، و این متاسفانه اتفاق افتاد. یعنی ضرری که انگلستان از این رهگذر خورد و این روی معیشت مردم، بالا رفتن قیمت ها، گران شدن، حتی کم شدن نیروی کار در انگلستان به شدت موثر بود. یعنی وضعیت انگلستان از نظر بعضی از خدماتی که واقعا اینها
مروارید نظام انگلستان هستند. مثلا نظام بهداشتی NHS شهرت جهانی داره، در خود انگلستان هم به شدت بهش احترام میگذارن، ولی این NHS به علت کاهش پیدا کردن دکترها، دندان پزشکا و پرستاران، عملا صف انتظارش به 4-5-6 ماه در بعضی موارد به 2 سال رسید. در نتیجه مردم به شدت ناراضی شدند، قیمت ها بالا رفت، مواد خوراکی انگلستان و موقعی که مثلا موقع سبزی چینی میوه چینی میرسه خودش کارگر کافی نداره، از اروپای مرکزی کارگران بسیار پرکار میومدن با موزای بسیار کم این کارا رو انجام میدادن میرفتن. در بخش ساختمان این چنین بود، در بخش میوه چینی اینطوری بود، در خیلی بخشای دیگه. اینا به علت برگزیت دیگه نتونستن در انگلستان اقامت کنن، اجازه اقامت بگیرن، مجبور شدن ویزا بگیرن، مجوز بگیرن وارد بشن، در نتیجه از انگلستان کوچ کردن و بعضی ها ترسیدن خونهشون رو فروختند از انگلستان برای ابد رفتند. به این ترتیب حزب کارگر در این مدت و کسانی از حزب محافظه کار که از روز نخست مخالفه برگزیت بودند در این فکر بودند که کاری باید بکنیم، ولی اینا در واقع مسئله برگزیت رو سقفله کرده بودند و کردند، برای اینکه این نه فقط قانون تصویب کردند برای برگزیت، بلکه رفراندوم کردند، بر مبنای رفراندوم قانون تصویب کردند و بعد پروسه فنی قضیه رو طی 2-3 سال گذشته انجام دادند با تمام گرفتاری. نتیب ویژه برای نسل جوان خیلی دشواری پدید اومد. یعنی شما امروز سفر میکنید از لندن به پاریس، اولا پاسپورتتون باید بدین مرغ بزنن، در حالی قبلا میتونید با کارت شناسایی سفر کنید و این حرفا نبود، ولی در اونجا تلفن شما کار نمیکنه، تلفن شما باید اونجا کد اونجا رو داشته باشید و قراردادهای ویژه‌ای وجود دارن، در نتیجه رابطه ساده با اینترنت، دسترسی به اینترنت به این سادگی ممکن نیست. در نتیجه این سبب نارضایتی به ویژه نسل جوان شد. خلاصه داستان این است که حزب کارگران چندین مسئله رو دست داره. یکی این که باید اشتغال پدید میاره، اشتغال انگلستان بد نیست ولی باید اشتغال رو بیشتر کنه، از بیکاری بکاهد، تورم رو تحت کنترل داشته باشه، در نتیجه نمیتونه به وعده هایی که کرده در مورد سرمایه گذاری های کلان و پول پاشی آغاز بکنه، برای اینکه کاسه دولت هنوز کمبود داره به علت اون ولخرجی های سابقی که به خاطر کرونا انجام دادن، و از سوی دیگر باید مقدمات این رو فراهم بیاره که اگر نه انگلستان رو، بریتانیا رو از دوباره برگزیت به هم بزنه وارد اروپا بشه، بلکه باید اونو نمیتونه به این سادگی، بلکه باید روابط تجاری، قراردادهای تجاری جدید به اونو ببنده که عملا آثار منفی این برگزیت رو خونسا بکنن. این در مورد اروپا. با تمام مسائل به این مسائل اضافه کنید حمله آقای پوتین به اوکراین و اون جنگ بسیار بسیار مخرب که تا کنون میگویند در حدود 300 تا 450 هزار نفر کشته داده در اونجا، تخریب بزرگ چند تریلیون دلاری در اون کشور اوکراین انجام داده، اینها باید جبران بشوند و هنوز نایره جنگ زبانه میکشه. این مسائل کنونی اروپا که بسیار بغرنج باید بهشون رسید و در دل مسائل آمریکا هستید، اونا که عنوان کردید من سخن به درازه نمی کشونم، اگر مسئله بود که مورد نظر شماست میتونیم روش صحبت کنیم. خیلی متشکرم جناب دکتر منصور. اگر موافقت بفرمایید ما پیام های بازرگانیمون رو بشنویم و بعد سوالات دیگری رو که من دارم حتما من تون ارائه بده بینندگان ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل،
و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جیل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، این تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. بینندگان گرامی، در خدمت استاد محترم آقای دکتر حسن منصور هستم و بقیه سوالات هم رو با ایشون در میون خواهم بود. آقای دکتر، ممکنه به اختصار بپردازید به تحولات تعجب‌آوری که در صحنه سیاست امریکا در قبل از انتخابات 2024 پیش آمده و انتخابات در انگلستان بپردازیم؟ بله بله، ببینید، خیلی دور از انتظار نبود با نحوه ظهور آقای بایدن در این برخوردها با آقای ترامپ و مناظره
نارضایی بالا می گرفت، ارزیابی هایی بود که مردم ناراضی هستند و همونطوری که خودتون اشاره کردید در جامعه دموکراتیک اونی که تعیین کننده است رأی و نظر مردمه. در کشوری مثل آمریکا ده ها مؤسسه نظرسنجی وجود دارن و در نتیجه آخرین فشاری هم که روی آقای بایدن تونستن، چون تا خود ایشون کنار نره، بیرون گذاشتن یک رئیس جمهوری از ادامه مبارزه انتخاباتی کار بسیار دشواریه، باید خودشون تصمیم بگیرن. ولی اونی که ایشونو قانع کرد در واقع ارائه آمارهایی بود که از نظرسنجی ها به دست میاد و بهشون گفتن که شما با این اصرارتون هم خودتون رو خراب میکنید، هم حزب رو از به قدرت رسیدن محروم میکنید. این شکست به پای شما نوشته خواهد شد. در نتیجه علارم اصرارهایی که تا آخرین روز ایشون داشتند و همه هم با حرمت میگفتن شما رئیس جمهور بسیار خوبی بودید ولی در اینجا بهتری که برین کنار، ولی ایشون اراده کرده بودن که بمونن. در نهایت تسلیم شدن بعد از دیدن به ویژه خانم نانسی پلوزی و اظهار نظر خیلی ها، حدود 11 تا دموکرات، بعد 18 تا سناتور دموکرات. بعد در نتیجه جزئیات رو میدونید، ایشون قانع شدن که برن کنار. ولی هنوز خانم کامالا هریس از سوی کنوانسیون تایید نشده، دانچه ایشون نامزد کردن قضیه رو، باید حدود 10 روز دیگه در کنوانسیون تایید بشه و اگر حزب دموکرات ایشون رو تایید بکنه، ایشون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد ادامه مبارزات انتخاباتی خواهد شد. در غیر این صورت ممکنه چند کاندید دیگه مطرحن، یکی دیگر انتخاب بکنن. در حال حزب در این میان سبک سنگین میکنه که شانس برد کدوم یک از کاندیدا بیشتره. هر کدوم مزایایی دارن. خانم کامالا هریس زیاد شناخته شده نیست در عالم سیاست، برای اینکه ایشون معاون بوده، پشت پرده کار میکنه، بعضی جاها بر مسئولیت مستقیم داره، معاون رئیس جمهور، از جمله ریاست سنا رو دختی اونجا هست، میتونه موقت بگیره، این مسئله وجود داره. ولی مزایاشون این است که ایشون یه خانم هستن، این اولین کاندیدای اولین کاندید نیست، اگر پیروز بشن اولین رئیس جمهور خواهد شد، برای اینکه خانم کلینتون کان نامزد بوده شکست خورده. وانگهی چون ایشون رنگین پوست هستند، رأی چند میلیون نفر رنگین پوست را هم به احتمال قوی با خود دارند و شعارهایی که در حمایت از خارجیان و پناهندگان و عرض کنم مهاجرین قانونی غیر قانونی عملا انجام میدن، ممکنه چند میلیونی هم از اون رهگذر رأی بگیره. حزب قطعا رو اینا حساب میکنه، ولی هنوز سنجش اونا دست ما نیست و در این ده روز آینده روشن خواهد شد که ایشون رو کاندید میکنن یا نه. ولی آقای ترامپ نگران این قضیه بود به شدت و اخیراً هم همین امروز خبرها خوندیم که اعلام کرده من با ایشون مناظره نمی کنم. حالا دلیلش هر چی میخواد باشه، اگر ایشون به عنوان نماینده حزب نامزد بشود، ایشون چاره ای نخواهد داشت بر جز مناظره کردن و هر گونه امتناع کردن هم به شکستشون منجر میشه. به این ترتیب باید ببینیم. ولی به هر صورت حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات شاخ به شاخ در برابر هم دیگه هستن، تفاوتشون هم زیاد نیست از در آرایی که دارن. در نتیجه هر کدوم بتونن رای های مارجینال رو، رای های حاشیه‌ای رو به دست بیارن در اون ایالت های سوینگ استیتس میگیم، اونایی که مال دموکرات ها یا مال محافظه‌کارا نیست، بلکه هر کس توانست تبلیغ بیشتر کنه، نظر جلب کنه، اونا بیشتر میارن. با نظام انتخاباتی آمریکا که عرض کنم اینها آرای کالج الکترال رو دارن و وینر تیکس اول سیستمشه، یعنی اگر در یکی ایالت یکی رو یکی برنده شد، تمامی آرا به حساب او گذاشته میشه، یعنی آرای مخالفش هم به حساب ایشون گذاشته میشه. این در مورد هر دو کاندید اینطوریه. در چنین شرایطی اینا سبک سنگین خواهند کرد که
کدام کاندید میتواند در اون ایالت های سوینگ، ایالت هایی که تذبذب دارند در مورد اینا تصمیم گرفته نیستند و به صورت تاریخی به سود یک حزب مدام رای ندادند، در اونجا کی اکثریت میاره؟ اینو که معلوم کردن، کاندید معیم میکنن. بعد از اون ما به صحنه روشنی از برای انتخابات روبرو خواهیم شد و باید ببینیم که نه چگونه عمل میکنن. ولی آقای ترامپ با پرونده هایی که براش درست شد، درست و نادرست، بالاخره دستگاه قضایی در اونجا وارد قضیه شد، درد کرد، قطعا به اعتبارش لطمه زیادی خورده، ولو که کسانی هوادارانی هستن که با اون آرا نظرشون برنگشته، هنوز دنبال ایشونن و ایشون ناسیونالیسم خیلی تندی از خود نشون میده که با به میل اون رای دهندگان خودشه. در نتیجه شعارهای در زمینه سیاست داخلی از جمله بزرگ کردن آمریکا، Make America Great Again، با این شعارها اومدن جلو. در سیاست خارجی نیز قطعا روی کار آمدن هر کدوم از اینها میتواند صحنه سیاسی به ویژه خارجی رو عوض کنه. از این نظر انتخاب بسیار مهمه و اهمیتش نه فقط برای آمریکایی‌ها، بلکه برای تمام دنیا از جمله برای خاورمیانه و ایران اهمیت زیادی داره. دکتر منصور، یک نکته رو که آقای ترامپ توی سخنرانی 93 دقیقه‌ایش بهش اشاره نکرد، در حالی که در سخنرانی‌های قبلیش افتخار کرد به لغو کردن قانون سخت جنین در امریکا که 50 سال ساری و جاری بود، خود اون باعث شده که یک عده زیادی از زنان امریکایی برن به سمت و سویی که دموکرات ها مطرح میکنن. این درسته یا نه؟ قطعا ببینید، دموکرات ها به صورت سنتی هوادار آزادی زن در سخت جنین بوده و به لحاظ اصول فلسفی چیز قابل تقدیر و درستی هم هست. منتها محافظه کاران امریکا بیشترشون تحت تاثیر انگیزه های مذهبی با این قضیه مخالفت کردن و البته ائتلاف اینها با جریان ها راست مذهبی سفید پوستان، در واقع با حاشیه نشینان و روسا نشینان است، سفید پوست مذهبی که در آمریکا به نام ایوانجلیستا معروفند و گفته می شود حدود 30 میلیون نفر اینا وسعت دارن از رای بسیار مهمه. اینا مذهبی های بسیار، بعضی هاشون بسیار تندوتیزن. حتما توجه کردید بنده سفرهایی که کردم ببیشه در سرزمین ها، ایالت هایی که بشیم گیم بایبل بیلت، در اون جاها این انگیزه مذهبی بسیار نیرومنده. یعنی حتی در کافه کابرا هم وقتی ارکستری میزنه میخونه، آخرشو با هللویا تمام کردند. در نتیجه این قضیه مذهبی مهمه و آقای ترامپ با تمام امکان به هر انگیزه ای متوسل شده، از جمله انگیزه مذهبی. بعضی وقتا مذهب بازی های خطرناکی هم کرده، یعنی این کشیش های دست راستی رو دیده، به اینا گفته که شما پریش خود رو، اون منطقه‌ای که زیر نفوذ شما هستن، وادار کنید به من رای بدن، منم نظرهای شما رو تامین میکنم. نظر شما چیه؟ نظر ما این است که جلوی سخت جنون رو بگیرید. نظر ما این است که در سوپریم کورت قضات دست راستی محافظه‌کار بذارید. و ترامپ تا جایی که تونسته این کارو کرده و همین قضیه عملا میوه این قضیه رو میچینه. یعنی در این رأی که سوپریم کورت اخیرا به سودش داد، این قضیه موثر بود، برای اینکه اکثریت آورد، فقط دو نفر مخالفت کردند، بقیه به سود او رأی دادند و این بزرگترین دستگاه قضایی آمریکاست. در اینجا انتخاب قضات دست راستی در واقع سیاسی کردن بالاترین دستگاه قضایی، دیوان عالی کشور آمریکاست، که آقای ترامپ انجام داده. علاوه بر این، آقای ترامپ با بستن ائتلاف به هر سازمانی، سازمان بعضی سازمان خطرناک نظیر سازمان رایفل سوسایتی، رایفل اسوسییشن، چون اینو به عنوان سکند امندمنت که در آمریکا مطرح میشه، آزادی این که شهروندان آمریکا مسلح باشند، علارغم این که مسلح بودن در مدارس صدها و صدها
کشته داده، دموکرات‌ها نتوانستند جلوی اون رو بگیرن، برای اینکه سکند امندمنت متمم اصل دوم و متمم قانون اساسی این حق رو به مردم میده. دموکرات‌ها سعی کردن بارها و بارها اینو محدود کنند، ولی آقای ترامپ عملا چون بودجه زیادی، کمک زیادی از رایفل اسوسییشن میگیره، به اونا وعده کرده که من این قضیه رو دفاع خواهم کرد، آزادی اسلحه در اینجا باید محفوظ بمونه. در اینجا از یک سو اتحاد با این دستگاه ها، از سوی دیگر اتحاد با کشیشان بسیار عقب مانده و مرتجع که مخالف آزادی زنان هستند، و اتحاد با خیلی از جریان هایی که به صورت کاست عمل می کنند برای گرفتن رای. ایشون رو در معرض سوء ظن اندیشمندان آمریکا قرار میده. از این نظر جو اکادمیکی که در اونجا هست اکثریت مخالفت میکنه با حضورشون، و روشنفکران آمریکایی اینا عموما مخالف حضوریشونن، ولی که او یک گراس روت داره در جامعه، بخش بسیاری از مردم ساده ببیشه روسایان از کنم سیاه پوست که انگیزه های نژادی هم دارن، اینا پشت ایشون هستند و به احتمال قوی اگر وارد بشه میتونه ریاست دوم رو هم به دست بیاره. و نگرانی دیگرم دکتر منصور در مورد مخالفتی که داره با کمک به اوکراین و اینکه اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی همه دارند کمک میکنن به اوکراین که این جنگ رو نبازه، چون این رو به ضرر کشورهای اروپایی میدانن و زیاده خواهی پوتین نگرانشون میکنه. نظرتون در این مورد چیست؟ ببینید، مسئله برای روسیه و اروپا مسئله استراتژیکه، یعنی مسئله اوکراین تنها نیست، اوکراین قلب اروپاست. یعنی اتحادیه اروپا بدون اوکراین معنای کامل خودشو نداره، اوکراین باید اونجا باشه، ولی آقای پوتین این خنجر رو به قلب اروپا وارد کرده و اونم اول کاره. یعنی اگر اونجا پیروز بشه هیچ تضمینی نمیشه بعد گرفت که کشور دیگر رو نگیر، لهستان رو بذار به حال خودش باشه. در نتیجه آغاز این کشور، آغازش هم نیست، ایشون شروع کرده گرجستان رو گرفته، کریمه رو گرفته، امروز به خود اوکراین حمله کرده و اوستیا رو گرفته. در نتیجه اینا از زمانی که سر کار اومده برنامه‌اش اینه که سرزمین هایی که تحت سلطه اتحاد شوروی بود اینا رو پس بگیره. اینم به صراحت گفت، وقتی سر کارم گفت بزرگترین اشتباه تاریخ این بود که اتحاد شوروی از هم پاشید، این اشتباه باید برگرد. ایشون دنبال پروژه کار میکنه ولو به هر قیمتی. ملاحظه میکنید که در همین جا آمارها قطعا قابل اعتنا نیستن. از یک سو دولت اوکراین آمار میده، اتحادیه اروپا، آمریکایی آمار میدن، از یک سو خود روسا آمار میدن، ولی میشه بعد اینا رو یکاسه کرد و گفت که در حدود 400 هزار نفر آدم کشته شده در اونجا، که در حدود 50 تا 100 هزار نفرشون روسن، بقیه مال اوکراینن. در نتیجه این لطمات بسیار بزرگ به اون کشور و به امنیت اروپا وارد کرده. اروپایی قطعا نگرانن، اینا میدونن که روسا اگر اونجا پاشون باز بشه و مستقر بشه، امنیت دیگر کشورها از جمله کشورهای نظیر فرانسه اینا هم در خطر هست. از این نظر مخالفن و سعی میکنن، منتها خودشون به علت خواب 30 و چند ساله 40 ساله که داشتن توان برخورد به روسا رو ندارن. یعنی اینها به خواب بعد از برتن وودز فرو رفتن که کشورهای اروپایی رو عملا زیر چتر نظامی و اتمی خود آمریکا قرار داد، امنیتشون رو آمریکا تامین کرد. به سالهای بسیار طولانی مثلا آلمان یک دلار صرف هزینه نظامی خودش نمی کرد، همه رو صرف توسعه اقتصادی کردن. آقای ترامپ دست به این نقطه دردناک گذاشت برای اروپا که شما میخواید از حمایت ما برخوردار بشید، باید پولش بدید. و پولش بدید یعنی اینکه
2% که طبق اساسنامه ناتو باید خرج کنید برای امور نظامی، 2% تولید ملی، این کار انجام بدید. امروز بیش از 11 کشور از 32 کشور ناتو این شرط رو تامین کردن، بقیه هم میرسن اونجا که این کار انجام بگیره. ظاهرا 19 کشور وعده کردن که پایان امسال این کار رو برسونن، ولی به هر حال اصرار آقای ترامپ اینه. در مورد تایوان، حرفی که اخیرا گفته، پیرامونیانشون اومدن رو ولرمتر کردن، گفتم منظورشون این نیست. خودشون هم گفت که ما مثل شرکت بیمه عمل میکنیم، اگر میخواید از شما دفاع کنیم باید پولش بدید. یعنی مقوله پول برای او مطرح در این زمینه که تمام ترازهای استراتژیک رو به هم میرسه. ممنونم دکتر منصور. فرصت کمی که باقیست به پایان وقتمون بپردازیم به وضعیت اسفباری که در ایران در گرمای بالای 40 درجه سانتیگراد در بسیاری از نقاط مردم با قطع برق روبرو هستند، با قطع آب روبرو هستند. ادارات دولتی چند روز در هفته تعطیل باید بکنن و کار نکنن و خود این لطمه بزرگی رو میزنه به اقتصاد فلج شده جمهوری اسلامی. برداشتتون و آنچه را که میبینید به چه صورت هست؟ ببینید، مقوله برداشت نیست جناب اجازی. مسئله تولید انرژی و برق در ایران دچار یه بیماری بسیار بسیار جدی است و جمهوری اسلامی حتی اگر آغاز بکند به سرمایه گذاری در اون زمینه، تا 10 سال دست کم این گرفتاری ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی به سرعت قابل رفع و رجوع کردن نیست. علت چه؟ سرمایه گذاری لازم در این زمینه انجام نگرفته. و پس چطوره که جناب دکتر مدتی جمهوری اسلامی داشت برق صادر میکرد به عراق؟ بله، ببینید، در ضمن اینکه صادر میکنه، کمبود انرژی و برق در داخل ایران وجود داره. ملاحظه میکنید اونجا که شما مسئله سواب کردنه، در خیلی جا هست که ما محل تولیدمون نزدیک مرز اونجا میتونیم صادر کنیم، در حالی که شبکه لازم برای داخل نداریم. ما حدود 1/3 برق تولید شده در درون شبکه تلفش. اونجا پخت میشه، میافت داره، از بین میره، تلف میشه، برای اینکه شبکه کهنه است. این نیازمند سرمایه گذاری و تجدید قضیه است. در نتیجه برق یکی از صور انرژی است. در مورد انرژی های دیگر، گاز مثلا، گاز هم کمبود داریم. الان میخوایم از روسا گاز بخریم، دومین دارنده گاز جهان میخواد از روسا گاز بخره برای خودش. همین مسئله رو در مورد نفت داریم. ببینید، نفت ما الان در بهترین حالت میتونیم 3.5 میلیون بشکه نفت تولید کنیم. حد اکثر اگر برسیم و فشار بیاریم و اینا، میتونیم تا 4 میلیون بشکه نفت تولید کنیم اگر مجاز باشیم برای صادر کردن و مصرف کردن. این کشور 50 سال پیش، 47 سال پیش از همون میادین 6.5 میلیون بشکه نفت برداشته و فروخته. باید تا کنون توسعه پیدا میکرد و بیشتر میشد و برنامه این بود که تا چند سال به حد به عربستان سعودی برسه، روزانه 9-10 میلیون بشکه تولید بکنن. اینا سرمایه گذاری میخوان و سرمایه گذاری ها فقط پول نیست، بلکه تکنیک نیروهای فنی و نیروهای مدیریتی است که هیچ کشوری نداره. برخی از تکنیک ها رو فقط چند کشور بزرگ نفتی دارن. باید با اونها روابط داشته باشی تا مثلا بی پی و شل بتونن بیا سرمایه گذاری کنن و اینا تحت تحریمن، نمیتونن این کار بکنن. به این ترتیب ما در مقوله انرژی در واقع در یه امپاس قرار گرفتیم. از یک سو تنها انرژی که در ایران وجود داره و ناگزیر به قیمت بسیار کم در اختیار مردم قرار میگیره، بنزینه. اونم نه این که به مردم در واقع ارزون داده میشه، بلکه مدام پول ایران در حال تنزله. یه روز میان یکسان میکنند قیمت درونی را. احمدی نژاد برابر کرد با قیمت فوب خلیج فارس، یعنی قیمت مصرف شده در ایران برای بنزین برابر شد با قیمت
صادرات روی کشتی در خلیج فارس. این کار اگر بیتونست ادامه پیدا کنه جلوی قاچاق رو میگرفت، برای اینکه قاچاق کردن مستلزم دادن هزینه حمل و نقل و قیمت بنزین رو برای کشور خریدار گرانتر میکرد از به قیمت بین‌المللی، نمیتونستن قاچاق کنن. ولی چون نظام پولی جمهوری اسلامی ایران به صورت اصلاح ناپذیری به قول خودشون فشله، 3 سال طول کشید که اینا این کار انجام دادن، قیمت رو برابر کردن، دلار 980 تومانی شد 3200 تومان، یعنی تقریبا 3.5 برابر. دوباره قیمت بنزین مصرفی در داخل در مقایسه با خارج به 1/3 کاهش پیدا کرد. در نتیجه برادران قاچاقچی که میخواهند روزانه بیلیون ها لیتر بنزین رو قاچاق کنند، دوباره انگیزه قاچاق به دست آوردن، قاچاق ادامه پیدا کرد. پس ملاحظه بفرمایید روی این قضایا جدا از ناتوانی به لحاظ علمی و فنی، گروه های زینف هم وجود دارن که اونا در جهت ایجاد و حفظ منافع خودشون فشار میارن به دستگاه. در نتیجه این برابرسازی امکان پذیر نشده. یکی دو بار که اتفاق افتاده، حتی امروز هم که دولت پزشکیان در معرض این قضیه قرار داره که ناگزیر قیمت بنزین رو گران خواهد کرد دیر یا زود، هرچی هم گران بکنه با آب شدن پول ایران دوباره قیمت داخلی بنزین بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه خواهد شد، در نتیجه قاچاق آدم پیدا خواهد کرد. این مشکل انرژی ایرانه که به صورت اندمیک در اومده. خیلی ممنونم آقای دکتر منصور. در فرصت خیلی کوتاهی که وجود داره، مسئله آب هم الان در ایران فوق‌العاده مطرحه و کمبود بارندگی و عدم مدیریت آب و سطح‌های آبی که برقی که از نیروگاه‌های آبی گرفته می‌شد دچار اختلال هست. این رو به چه صورت می‌بینید؟ ببینید جناب حجازی گرامی، من در این زمینه یکی از بحران‌های بنیادی نظام اقتصادی ایران رو در 6 گروه طبقه بندی کردم. یکی ناترازی محیط طبیعی و تولید ملی است. پشت تولید ملی ما یک نظام طبیعی داریم. اون طبیعت عبارت است از هوا، آب، خاک. اینا تناسب دارن، ولو که آثارشون خیلی سریع بروز نمی کنه، ولی همه اینها برای اینکه بتونن استمرار پیدا کنند باید حفظ بشن و تجدید تولید بشن. منتها تجدید تولید اینها هم گرون هم زمان بره. مثلا ما برای ایجاد هر 5 سانتی متر خاک حاصلخیز چه بسا تا 500 سال زمان لازم داریم. فقط سرمایه گذاری نیست، وقتی حاک حاصلخیز رو از دست میدی به هر علتی و یا حتی با صادر کردن حاصلخیز، اون خاک غیر حاصلخیز سالها و صدها سال طول میکشه تا بتونه بارور بشه. در مورد آب چه میشه؟ ببینید این منابع دکتر میفهمید کوتاه کنم قضیه رو، وقت طولانی تر نیازه، در فرصت های دیگه خدمتتون دوزی میدم. ببینید آب گران قیمته، منتها آب کارون رو میارن در اصفهان به مجانی در اختیار سپاه پاسداران قرار میدن که در پولاد مبارکه پولاد صادر کنه، این تولید کنه، صادر کنه به خارج، پولش به دلار بگیره، حالا اون پولم بیاره یا نیاره، ولی مجانی بهش میدن، در حالی که خیلی گران قیمته. علت این که در اسراف در مصرف آب به شدت اسراف میشه و آب از بین میره، برای اینکه بدون قیمت در اختیار خودی ها قرار میگیره و نابود میشه. این گرفتاری بسیار بنیادی است در تمام، در مورد خاک، در مورد آب، در مورد هوا که اینا
نظامشون به هم خورده و اینجا اونجا بیشتر به هم میخوره. اگر به دادش نرسیم آینده کشور در معرض خطر. جناب دکتر حسن منصور، بی نهایت سپاسگزار شما هستم برای شرکت در برنامه و همیشه این بزرگواری رو داشتید. از شما سپاسگزارم، از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنم، و در پایان از امیر شهرتی که مثل همیشه کارگردانی فنی رو به عهده دارید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.